بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. الحمدلله برای سومین بار مرکز اسلامی انگلیس میزبان اهداء خون توسط 150 نفر از مسلمانان و غیر مسلمانان این منطقه می باشد. سلام علیکم، من ساجد امیرنیا هستم، یکی از والنتیرهایی هستم که اینجا برای بلاد دونیشن اومدم امروز و این برنامه یه حدوداً 10 سالی هستش که داره برگزار میشه. حدود 30% از کسانی که امروز خون اهدا میکنن، که البته اینها قبلا ثبت نام کردن و مراحلی رو طی کردند، حدود 30% اینها غیر مسلمان هستند و اکثرا برای اولین بار وارد مرکز اسلامی میشن. ورود اونها به مرکز اسلامی و اینکه میبینن مرکز اسلامی بهترین امکانات خودش رو و سالن خودش رو در اختیار اونها گذاشته و فضای با محبتی را در اختیار گذاشته، میتواند بعضی از ذهنیت ها رو نسبت به مسلمان ها اصلاح بکنه. از طرف دیگه همکاری با NHS که مسئول بهداشت هست در انگلستان، همکاری بسیار مثبتی بوده. اونها تمام ضوابط شرعی ما رو رعایت میکنن، مسائل مربوط به حجاب، طهارت مرکز اسلامی و کاملا آشنا هستن و ما هم نیازهای اونها رو درک میکنیم و فضای کافی و امکانات کافی رو در اختیارشون گذاشتیم. به حمدالله عزیزان ما در امام حسین بلاد دونیشن، در واقع یک برنامه است برای اهداء خون در سراسر انگلیس با مشارکت NHS، توانستند در طول سالها رابطه خوبی را تنظیم بکنند و به یک تفاهمی برسند. امسال غیر از مرکز اسلامی انگلیس در لندن، در ویلز، در گلاسکو، در ابردین، در لستر، در لیدز، در منچستر هم این عزیزان این مراسم را برگزار کردند. با توجه به استقبالی که شده، ما انشالله از این به بعد سالی 4 بار این را انجام میدیم، ولی تمام این موارد به عنوان امام حسین بلاد دونیشن هست. ما مخصوصا میخواییم که به بشریت بگیم که همونطور که در زیارت اربعین میگیم که امام حسین علیه السلام خونش را داد تا بشریت را از حیرت جهالت و زلالت نجات بده، ما هم خون خودمون را میدهیم تا نشان بدیم که ما آماده فداکاری هستیم برای خیر و صلاح بشریت. این در واقع برنامه گذاشته شده که مردم بیان خون بدن و این خون برای اونهایی که محتاج هستن استفاده میشه توی کشور بریتانیا و دلیلی که اینجا برگزار میشه اینه که خب در ایام محرم هستش و اینکه نشون داده بشه که اسلام در واقع دعوت میکنه به مردم که به همه کمک کنن، همونایی که مسلمان هستن و همونایی که مسلمان نیستن، و اینو یه چیز خیلی ارزشمند میدونن. تفكير ان خدمه الانسانيه اذا كان هاي قطره دم تنفع انسان يا ريت افضل من ما واحد. استقبال خیلی خوب بوده. امروز 150 نفر بوک کردن و در عرض چند روز سریع بوک شد. مسلما هر وقت میبینن که توی یه مرکز اسلامی برگزار میشه، مردم بیشتر تشویق میشن که بیان و در ایام محرم هستش، بعد از روز عاشورا و اون داستان sacrifice که انجام شد توی کربلا در واقع به این شکل ادامه پیدا میکنه. Hi, I'm Stephen. I'm a regular blood donor. I try and give as often as possible. I think it's very easy and selfless way to give back to those who may be less beneficial than ourselves. I actually have a relatively rare blood type, which makes it even more important than I give blood. So I try and help where I can. I am part of the NHS blood donation program. I donate to regular different centers. خیلی ها امروز اومدن و
روزای دیگه که این برنامه رو داشتیم اومدن و از بس کپاسیتی پر بوده دیگه باید بهشون میگفتیم که یه روز دیگه بیان بوک کنن. خب نشون میده که این برنامه ای هستش که خیلی از مردم استقبال میکنن و جای گسترش واسه گسترش دادنش هم هستش و IUS که در واقع ارگانیزیشنی هستش که این برنامه رو انجام میده ارگانیز میکنه قصد دارن که اینو به کشورهای دیگه ببرن، به فرانسه ببرن، به آمریکا ببرن و اونجا هم برگزار بشه. Yeah, I mean it's fantastic, very easy, convenient service. So I'd highly recommend it to others. حدوداً شاید بشه گفت شاید 30-40% از اونایی که میان خون میدن در این روزها غیر مسلمان هستن و تا حدی در جریان هستن با داستان امام حسین و کربلا، اما خیلی هم نمیدونن و هر وقت میان اینجا میان سوال میکنن، میان که برای چی اینجا داره برگزار میشه و ما هم تعریف میکنیم واسه شون اون داستان. طبیعتاً چون اینها فقط ظرفیتشون 150 نفر هست همیشه کسان بیشتری میخوان بیان و زودتر هم ثبت نام میکنن و سریع پر میشه، بنابراین هر موقع سال باشه ممکنه این تعداد پر میشه، اما چون در محرم هست و فضای مرکز الان فضایی است که با پرچم‌های ابا عبدالله علیه السلام تزئین شده و همه ما تازه مراسم عاشورا رو پشت سر گذاشتیم، خلاصه عطر و رائحه حسینی فضا رو پر کرده و این میتونه خیلی کمک بکنه به ما که اولا خودمون با حضور قلب و نیت بهتر این کارها را انجام بدیم، یعنی واقعا ما این رو به عنوان یک کار عبادی انجام میدیم نه یک کار تبلیغاتی، و ثانیاً هم دیگران وقتی میان اینجا و مقایسه میکنن این مرکز اسلامی را که پیرو به اهل بیت هست با بعضی از کسانی که متاسفانه درک درستی از اسلام ندارن، خودشون به تفاوت‌ها پی میبرند و اجازه نخواهند داد که کسانی کل مسلمان‌ها را مورد حمله قرار بدهند.